بیننده های عزیز، علاقمندان برنامه دریچه، سلام بر شما. امید دارم همه تان جور و صحتمند بوده و ایام به کامتان باشد. بیننده برنامه دریچه که در برگیرنده داشته های ادبی، هنری و فرهنگی است می باشید. در آغاز چند خبر کوتاه فرهنگی. چی په زخمونو زنځیرونو په اغزلو لارو تر خپل محبوب نگاره ورسیږي. محفل ادبی و ترانه‌خوانی از سوی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی و ریاست فرهنگ و ترنم در کابل برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست هماهنگی میان شاعران، نویسندگان، ترانه‌خوانان و قلم‌به‌دستان عنوان شده است. در از غونډې د ترنم او فرهنگ ریاست لخوا را بلل یو افتخار دی او دغه ځوانانو لپاره د هغو ځوانانو لپاره چې د شعر او ادب سره علاقه لري، شاعران دي، ادیبان دي، هغه ته موقع ورکول کیږي تر څو خپل هنرونه او خپل هغه استعدادونه چې دي هغه تر خلکو ورسوي. د دې تریبیون یا د دې سټیج د لارې به دوی وکولی شي چې خپل کوم خلک چې په ترنم برخه کې ښه اوازونه خدای پاک ورکړي دي، ښه استعدادونه لري، د هغوی د دوی د پرمختللې او نوې سټوډیو څخه په استفادې کولی شي او هغه کمپوزونه چې دلته دي د دوی انجینران جوړوي له هغو څخه په استفادې کولی شي چې خپل غږ او خپل ترنم په لا پرمختللې او ښه شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړي. د نننۍ غونډه د نعتخوانانو شاعرانو د رابل شویو په د ترنم په ویاړ باندې ده چې ترنم اهمیت او د ترنخوانانو بېلابېل غږونه هغه سامعین واوري او بیا خپل انتخاب وکړي چې په دې کې اولنی دوم درېیم څوک دی. هم په دې هکله باندې زموږ د دې غونډې رئیس مولوی اختر محمد بهار صاحب دا غونډه جوړه کړې ده. ترانه هایی را که در وصف آبادی وطن، همدلی و یک پارچگی سروده می شود اثر گذار می دانند. جهاد و ترانوم یقی وقت شروع کرده ده انتر نن پوری دا موجوده غونډه چې کومه ده دا هم په دا خاطر ده چې لکه مخکې ما گزارش وکړلو چې مخکې و موږ دغه د جنگ ترانې ویلې نو جنگ کې اتمن تحریب وي او باید موږ اوس د تعمیر او د تعلیم او د وطن د سمسورتیا ترانې ووایو. برگزاری چنین برنامه ها از یک طرف برای غنامندی ادبیات و فرهنگ مفید تمام می شود و از سوی دیگر وحدت ملی را در بین مردم این سرزمین را بیشتر می سازد. معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ جهت ایجاد زمینه کار به جوانان اقدام به راه اندازی مرکز فریلانسینگ یا برنامه کار آزاد به گونه آنلاین را نموده است. به گفته معین جوانان کشور از طریق این برنامه افراد می توانند درآمد خوب کسب کنند و حتی این کار سبب جلوگیری از رفتن جوانان به خارج از کشور نیز خواهد شد. جوانای عزیز، هرات حیثیت شهرک اقتصادی افغانستان دارن. این برای کسای معلوم میشن که در بخش اقتصاد معلومات دارن یا در بخش عواید دولت معلومات دارن. ما میخواییم که این پروژه اقتصادی از هرات آغاز کنم بخیر. هدف کلی شیخ صاحب فیضالله است که جوانان ما امیدوار شود و شیخ صاحب هر برنامه‌ای که معین صاحب داشته باشه برای جوانان از او استقبال میکنه. هر برنامه‌ای که سبب ماندن جوانان ما باشه، سبب امیدوار شدن جوانان ما باشه. باید اضافه کرد که مرکز فریلنسینگ در شهر هرات مجهز با ده ها پای کامپیوتر و اینترنت را اندازی شده که در هر دوره یک ماه حدود 80 تن از افراد در آن سرگرم آموزش کار آنلاین می باشند. مسئولان محلی جوزجان می گویند این نمایشگاه از سوی دفتر حمایه اطفال را اندازی شده است که زنان عبدن و صنایع دستی و مسئولات زراعتیشان را به نمایش گذاشتند. به گفته مسئولان محلی جوزجان برنامه های خوبی را به منظور تشویق، حمایت و بازاریابی صنایع دستی و مسئولات زراعتی زنان روی دست دارند.
از سوی دیگر شماری از تولیدکنندگان صنایع دستی و محصولات زراعتی از برگزاری این نمایشگاه ابراز خرسندی کرده خواهان حمایت بیشتر امارت اسلامی در بخش مارکتینگ محصولاتشان در داخل و خارج از کشور هستند. ما میخواهیم چنین نمایشگاه ها برگزار شود در ولایت جوزجان و همه چیزایی که موجود میکنیم مثلا همه صنایع دستی ها در اینجا نمایش بگذاریم. این گفته ها در حالی ابراز می شود که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور برای بار سوم نمایشگاه محصولات زراعتی و صنایع دستی با منظور تشویق تولیدات داخلی در این ولایت برگزار می شود. اشغالگران در کنار تجاوز به افغانستان در عرصه ترویج فرهنگ بیگانه نیز در کشور تلاش ورزیدند که این عمل آنان محمد علی بسمل شاعر و نویسنده لوگری را واداشت تا به منظور بیان حقایق پنهان و جلوگیری از اهداف شومشان در عقب گسترش فرهنگ‌های بیگانه در افغانستان اثر را به تحریر درآورد. اینجا در ریاست اطلاعات فرهنگ لوگر محفل از بهر رونمایی کتاب موصوف برگزار گردیده است. آقای بسمل میگوید ترویج فرهنگ های بیگانه در کشور سبب شد تا در این خصوص قلم بزند. دیدم پزره که در آقا لیکو تو دادن انتباه پیگدو یا وقتی به اصلاحی پیدا سی ضرور نده سی تو یا بسته بود سوالی بسته بلایسی در شد افغانستان یا کنیز نفر رو پیدا سی بود بند پوز. قابل ذکر است که در غمی دره اثر آقای بسمل در 323 صفحه بر رشته تحریر در آمده و با چاپ 1000 جلد به دسترس علاقمندان قرار گرفت. بنیاد جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور کورس‌های آموزشی رایگان را برای جوانان ولایت غور افتتاح نمود. شماری از جوانان در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور با ابراز خرسندی از ایجاد کورس‌های آموزشی از وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور می‌خواهند که برای جوانان این ولایت برنامه‌های بیشتری را روی دست بگیرند. این یک بسیار یک کار مهم و مفیدی است و این کار توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست اطلاعات و فرهنگ روی کار گرفته شده و ما امیدوار هستیم که در آینده این انکشاف پیدا کنه. از سوی معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور در سفرش به ولایت غور از ایجاد فرصت‌های کاری برای جوانان این ولایت خبر می‌دهد. هدف اصلی از برگزاری این برنامه یا افتتاح این مرکز است که به شکل تدریجی به جوانان عزیز غور یک برنامه کلان کاریابی را به خیر شروع کنند. در همین حال مسئولان محلی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غور می‌گویند این کورس‌های آموزشی در بخش‌های تدریس علوم دینی، زبان پشتو، انگلیسی و آموزش کامپیوتر برای جوانان به صورت رایگان ایجاد شده است. دوستان عزیز علاقمندان برنامه دریچه، هفته قبل جشنواره دید نو برای بار دوم در کابل افتتاح گردید. دید نو جشنواره سینمایی است که برای دست اندرکاران سینما فرصت تلاش بیشتر و رقابت را در عرصه های فیلمسازی می دهد. این جشنواره از طرف ریاست رادیو و تلویزیون ملی با همکاری ریاست افغان فیلم، ریاست کلتوری شاروالی کابل و مؤسسه فرهنگی موج راه اندازی گردیده است. بیشتر در این زمینه. دومین جشنواره فیلم‌های کوتاه و مستند تحت نام دیدی نو که از سوی ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی با همکاری افغان فیلم راه اندازی شده است، با حضور داشت سینماگران و فرهنگیان افتتاح گردید. هدف اصلی از راه اندازی این جشنواره تشویق هنرمندان، رشد هنر سینما و به تصویر کشیدن فرهنگ اصیل افغانستان با حفظ ارزش‌های اسلامی عنوان شده است. د ټولو مستند جوړونکو څخه هیله لرم چې راځي راولاړ سي مټي را بډ وهي په هغو مستندونو کار وکړو چې ملي ګټې مو پکښې خوندي وي او د کار په پای ته رسولو سره د آرامۍ او سرلوړۍ احساس وکړو. داسې کار وکړو، داسې مسؤلیت ادا کړو چې کله هغه مسؤلیت پای ته ورسېږو موږ ته د خوشحالۍ یو احساس پیدا سي چې د خپلو ملي ګټو د خوندي کولو، د خپل تاریخ د خوندي کولو لپاره مې نن دا د یو هڅه وکړه او په بریالیتوب سره کامیاب سوم او ترسره مې کړه.
عبدالباسط لبیب رئیس هنر و ادبیات رادیو تلویزیون ملی اهداف و طرز العمل دوم جشنواره دیدی نوروز تشریح کرد و نیز وعده هر نوع همکاری با فیلم سازان نمود. نظام امارات اسلامی افغانستان نیز به عنوان یک حامی فرهنگ و تمدن و روشنگری اسلامی همیشه جهت باروری و شگوفایی هنر و ارزش‌های اسلامی و فرهنگی در کنار ملت مسلمان این سرزمین با قوت و حمایت بی‌دریغ قرار دارد و در آرزوی باروری هنر شایسته با معیارهای اخلاقی و اسلامی و زیبا و متعالی است. متاسفانه از هنر فیلمسازی در طول سالیان اشغال و استعمار به عنوان یک پدیده نچندان اخلاقی و خلاف معیارهای اسلامی و ملی استفاده گردیده بود که خوشبختانه در طول این دو سال گذشته شاهد استعمال و استفاده درست این هنر در راستای تعهدمندی با اخلاق و معیارهای جامعه اسلامی خیش هستیم. فیلمسازان می توانند آثارشان را بر اساس موضوعات مختلف که از سوی برگزار کنندگان جشنواره مورد تایید قرار بگیرد و در شرایط فعلی جامعه ما اثرگذار باشد آماده رقابت بسازند. مطمئن هستم به هر طریقی که باشه، ولو به خاطر دفاع باشه، به هر موضوعی که باشه، ذهن هموطنان ما خسته شدن، می خواهند که موضوعات امیدواری باشه، موضوعات زیبایی باشه. بسیار نکات زیبای فرهنگ ما متاسفانه در لابلای قصه های جنگ مخفی مانده. فرض میکنیم یکی از ویژگی های بسیار زیبای افغانستان موضوع فرهنگ خانواده است. این فرهنگ خانواده چیزی است که در بسیاری کشورهای جهان از بین رفته. امی فضای کانون گرم خانواده، احترام به والدین، به اصطلاح امی پشتیبانی بودن با هم دیگر، منعیس یک عضو فامیل، فداکاری و ایثار، این ارزش هایی است که در جهان مدرن متاسفانه همین کشورهایی که خود در قدم به اصطلاح کشورهای قدم اول یا رده اول قلمداد میکنند. یکی از مشکلات بزرگ اروپا و غرب نبود مشکل به اصطلاح فرهنگ خانوادگی است. به امثال از او در جامعه خود ما ارزش های اخلاقی بسیار زیبایی داریم. در عرصه فرض میکنیم ایثار، فداکاری، در عرصه همت و عزت و شجاعت، این همه ارزش هایی هست که باید سر فیلم ساخته شود. در قسمت پایانی این محفل وقت گذاشته شد به سوال و جواب و نظریات شرکت کنندگان و اعضای کمیته جشنواره دیدی نو که بیشتر روی مشکلات سینماگران تبادل نظر صورت گرفت. دوستان گرانقدر، باز هم سخن از کتاب داریم. جوانان در ولایت تخار دست به دست هم دادن کتابخانه ای را به نام شایگان ایجاد کردند. کتاب بهترین دوست انسان است، چنان که برگ های کتاب به منزله بالهای هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند. گزارش داریم در این باره از ولایت تخار. ایجاد کتابسرای شایگان در قلب شهر طالقان، برخی از جوانان فرهنگی و قلمبدست تخار به هدف ترویج فرهنگ مطالعه و به نمایش گذاشتن اثر شاعران و نویسندگان تخار این کتابسرا را ایجاد کردند. واقعا یک پیشرفت بسیار عالی، خصوصا در ولایت تخار که چنین مکان بر دخترها بسیار کم است و این چنین یک مکان و این چنین یک جای به خاطر پیشرفت ذهنی و فکری که هم دخترها و هم پسرها میتونن از این استفاده کنن. خوشبختانه این کتابخانه برای خواهرای ما هم یک بخشی خاصی را اختصاص دادن که خواهرها میتونن که در یک اوقات مشخص اونجا برای مطالعه بکنن. یک گام نیک، یک گام ارزشمند، یک گام بسیار مهم از سوی جوان هستم. مسئولان کتابسرای شایگان میگویند کتابسرای شایگان البته از نامش معلوم است که به هدف رشد فرهنگی مطالعه در میان جوانان تخاری، خصوصا جوانان شهر طالقان ایجاد شده
و همه عزیزان، همه جوان ها، چی از دختر ها، چی از پسر ها، به اوقات مشخص میان کتاب ها را اگر در صورت امکان اینجا مطالعه میکنن، اگر برشان شرایط مناسب نبود کتاب ها میبرن به خانه هاشان مطالعه میکنن. مسئولان در اطلاعات و فرهنگ تخار هرچند ایجاد کتابخانه ها را به خاطر رشد فرهنگ مطالعه مؤثر عنوان میکنند، اما تاکید دارند همین اکنون 4 کتابخانه خرد و بزرگ با داشتن هزاران جلد کتاب در شهر طالقان فعال می باشد. کار خوب خوش هستیم که با ما مراجعه کردیم و اونا رو تشویق کردیم به خاطر که شما در به خاطر ترویج مطالعه و کتابخوانی این کار رو میگه کار اقدامی نکرد. در اوج رشد تکنولوژی و علاقمندی جوانان به صفات مجازی، شمار از قلم به دستان ایجاد کتابخانه های اصلی و معیاری را در تخار به سود جوانان دانسته، از آنان می‌خواهند به خاطر دریافت اطلاعات، پویایی و ارتقای ظرفیتشان کتاب را به خود یار و یاور انتخاب نمایند. دوستداران برنامه، چنان که همه می‌دانیم، با مدرنیزه شدن جهان و پیشرفت علم و تکنولوژی و به میان آمدن ماشین‌آلات به جای دست انسان‌ها، سهولت فراوان در همه عرصه‌ها فراهم شده است. اما صنایع دستی جایگاهش را تا حد در بسا موارد حفظ نموده است. باید گفت خانم‌ها در این عرصه پیش قدم هستند و در عرصه صنایع دست بلند دارند. گروه از بانوان در ولایت جوزجان گرده هم آمدند و مرکز را برای بافندگی و مهردوزی ایجاد کرده هند. مطلب در این باره. مهردوزی و بافندگی یکی از هنرهای دیرینه و مروج در میان زنان است که مسئولات آنها علاقمندان زیاد دارد. مسئولان در کارگاه مهردوزی و بافندگی در جوزجان میگویند بیش از 50 زن مصرف کار، آموزش و یادگیری بافندگی، مهردوزی و خیاطی در این کارگاه ها هستند و از این طریق مصارف روزمره زندگی و آموزش خود و فرزندانشان را برآورده می سازند. کسانی که فرمایش می دهند، مثلا جاکت مردان است، جاکت زنان است یا طفلان است، سیت طفلان است، از سر تا پا گرفته برشان ما فرمایشاتشان رو میگیریم، با وقت زمانشان برشان میرسانیم. دیگه ما از امارت اسلامی تشکری میکنیم که از ما حمایت میکنن. ما حمایت بیشترشان رو میخواییم. ما میخواییم خانم ما خود ما به سر پای خود استاد باشیم، کار ما رو پیش ببریم. از سوی دیگر شماری از زنان که مصرف کار و یادگیری در این کارگاه ها هستند، از خانواده ها و مردم میخواهند که از محصولات صنایع دستی و تولیدی کشورشان استفاده نمایند. کار یاد بگیریم که در اقتصاد ما، در فامیل ما کمک شوه. باید زمینی کار ما بر ما مساعد شوند. جای ما قچی نیستن، باید ما را حمایت کنند، ما کمک کنند. از سوی هم رئیس صنعت و تجارت جوزجان می گوید برای زنان صنعت پیشه شرایط خوبی کار و سرمایه گذاری را مهیا ساختند و در نظر دارند یک مارکت مخصوص برای فروش محصولات این زنان ایجاد نمایند. یک مارکت سابقه است، ما تصمیم داریم با همکاری ولایت و ارگان های مربوطه که او مارکت برشان فعال کنیم و اینا کلگش که در جای متفرق است بیاید در یک جای مخصوص که به خاطر خانما باشه و تولیدات خود و نمایشگاه اونجا و دکانشان اونجا در مردم نشان میده. این در حال است که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور، بیش از 4000 زن مصروف کار و یادگیری صنایع دستی در این ولایت هستند که افزایش علاقمندی زنان را نسبت به سالهای گذشته نشان میدهد. دوستان گرانقدر، علاقمندان برنامه دریچه، افکار و اندیشه های انسان به گونه ای است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاص قرار دهد و چه بسا ممکن است کتاب مسیر سرنوشت میلیون ها انسان را در راه مخصوص بیندازد. کتاب زن مشعل زندگی نوشته سمیه قریشی با تازگی با زیور چاپ آراسته گردیده است. در مورد کتاب زن مشعل زندگی از محترم رحمت الله قریشی بیشتر میشنویم. به نام یاد خدا، سلام و عرض ادب خدمت تمام بینندگان عزیز. خوشحال هستم که با شما هستم. بنده رحمت الله قریشی، مسئول یکی از انجمنها در بغلان و همچنان مسئول یک از رسانه های صوتی در بغلان فعالیت میکنیم و
و همچنان با کارهای فرهنگی، فعالیت‌های فرهنگی که مدت 11 سال میشه و نوشتن رساله‌ها و همکاری با کسانی که در این راستا زحمت میکشن، چه طبقه ذکور و چه طبقه اوناس بوده، ما تلاش کردیم، امرایشان استاد شدیم و پیش رفتیم. و خوشبختانه یک چیزی که امروز برای ما خیلی دلخوشی میته، او یک از اثر که بعد از مدت ها در بغلان، در جایی که از هان همگان متفاوت هستند، یک از دختر خانم های یا دختری که سنش البته 15 یا 16 سال می باشد که در اوان مکتب است، در دوره مکتب است و بنا به اسم سمیه قریشی قلم را برداشته و کتاب می نویسه که رابطه با جایگاه زن قبل از اسلام و بعد از اسلام و ارزش زن، ارزش معنوی زن، که زن چقدر ارزش داره در اسلام و قبلا که ارزش زن قبل از اسلام کسی نمی فهمید و همگان هویداست که پیش از اینکه در مثلا نقطه های و اماکن که در البته در عربستان سعودی است و بعضی جاهای دیگه که در نقاط جهان مردم ها و کسانی که بودن اسلام نورده بودن، دختران خود زنده و گور میکردن و مدفون میساختنش زنده و بالاخره که اسلام پاک، اسلام منزه در سرزمین عرب و بعض سرزمین های دیگه که البته هویدا شد و نعره های اسلام جاری شد، بالاخره زن ارزش پیدا کرد و بالاخره زندگی فلحال زنها هم در این کتاب بیان شده که زن مشعل زندگی است، اثر بانو سمیه قریشی می باشد. این اثر تقریبا در سال 1401 اقبال چاپ رسید و 1000 جلدی به چاپ رسید که فلحال سکونت فلحال دختر البته سمیه قریشی در مزار شریف می باشه، اصلا نی از بغلان است و این کتاب واقعا کتاب خیلی پربهایی است و خیلی موضوعات جالب در این کتاب گنجانیده شده، حکایت هایی است که در باره زن و دختر، که دختر و یا زن چقدر ارزش داره در اسلام، دیگه امروز همگان در همگان هویداست که بعض از خانواده هاست به زن و یا به دختر ارزش قائل نیستن، فکر میکنن که زن یعنی هیچ، گرچه زن اینجا گفته زن مشعل زندگی است، مشعل به همگان هویداست قندیل میگه، یعنی چارچوکات یک خانواده هستن، وقتی که زن در خانواده نباشد او خانواده ناممکن است که پیش برد، گرچه زن واقعیت در اسلام جایگاه خاصی را خود داره، اما ما بتوانیم که ارزش زن و ارزش دخترانی که در افغانستان و در دیگر ممالک زندگی میکنن باید است برش ارزش قائل شود، چون که یک موجود خیلی لطیفه می باشد. و پیام ما به او عده از کسایی که در خانه خواهر دارن، برادر دارن، مادر دارن، همسر دارن، قدرشان را بفهمند و برشان ارزش قائل شود. تا زن یک موجود چیست؟ اجتماعی است، یک موجود بی‌بدیل است. دوستان گرانقدر، اهمیت لباس به عنوان بخشی از سلاگق و هویت اجتماعی امیال و سایر مؤلفه ها است. به همین دلیل پوشاک و نوع پوشش از جمله اصلی ترین مؤلفه های هویت در جوامع به حساب می آید. پوشاک مانند سایر رسم و رواج ها در ولایات مختلف گوناگون و متنوع است. طی سالهای متمادی با وارد شدن لباس های خارجی، لباس های وطنی کمتر استفاده می شد. اما در این اواخر توجه بیشتر به تولیدات وطن شده است، به خصوص لباس های گند افغانی. همکارم در این باره مطلب دارد. اینجا شهر نوی کابل است که ده ها دوکان در این مارکت
کار فروشات و آماده کردن لباس های گند را میکنند. فروشندگان لباس های گند افغانی میگویند با آنکه واردات انواع لباس های خارجی به کشور بیشتر بوده، اما استفاده این لباس سنتی و فرهنگی در میان شهروندان کشور در محفل خوشی به یک فرهنگ مبدل شده و از جایگاه خاصی برخوردار می باشد. لباس های ما که است بعضش کار ماشینی می باشد، اوناش قیمتش مناسب می باشد، نازل می باشد، بخاطر کنا تیار می از بعض کشورهای همسایه و کار که بلندتر می بخاطر کار دست می باشد، دوزدوزی می باشه از طرف پکتیا، لوگر، غزنی، گردیز و ارزش خود می داشته باشه. زیادتر مشتری های ما که هستم پیرانای گند افغانی از وطن خود ما را خوش می کنند نسبت به کارهای کشورهای دیگه که از خود ما زیادتر از بخاطر کار دست از کار قدیم ماست. از سوی هم شماره از تهیه کنندگان گند افغانی از روند کارشان خرسندی نموده میگویند که نظر به فرمایش روزانه از یک تا دو لباس گند را آماده میکنند. پیرانای ما که است اگر پرکار باشه کارش زیاد باشه طول میکشد دو روز سه روز، اگر ساده باشه سادهش را 1000 میگیریم و جوریش از دخت خیاطیش تنها. از پیرانای پرکار که است باز 2000 و 3000 و 2500. هر چقدر بازار خوب باشه روزانه یک تا دو تا سه تا میدوزیم و بازارا فعلا خوب است. در همین حال شماری از علاقمندان لباس گند افغانی میگویند برای زنده نگه داشتن این فرهنگ باید از این نوع لباس ها استفاده بیشتر نمایند. جایزه که یک پرن بیرونی از ساخت ایران یا چین یا ترکیه از اینا را با گند افغانی از اینا استفاده کنند که به خاطر ساخت ساز ازی بیشتر تشویق شود کسایی که دهی راست زحمت میکشند. از تولیدات وطن ما استفاده کنند که هم برای اقتصاد وطن ما رشد بکنند و هم برای مفاد برای خود ما ماست که باید از تولیدات وطن خود استفاده کنیم. لباس های گند افغانی که خدمت طولانی دارد به دو روش یعنی دست دوزی و ماشینی تولید می شود. روش سنتیان به صورت دست دوزی از جمله خنجر دوزی، گراف دوزی، پخته دوزی، چکمن دوزی، سکه دوزی و شیشکاری می شود که وقت زیاد را در بر می گیرد و توسط زنان ولایات مختلف در کشور آماده می شود. بیننده های عزیز، این بود برنامه دریچه که پیشکش حضور شما گردید. تا دریچه دیگر، بدرود.